اولین چهارشنبه هر ماه روزی به طور کامل هولناک بود روزی بود که با ترس انتظارش را میکشیدم با دلیدی و شجاعت به کارها می رسیدند و سرانجام با شتاب به پایانش می بردند. باید کف اتاقها و, و راهروها بدون هیچگونه لک مبلها و سندلیها بدون ذره گرد و خاک و روکش تخت و ها بدون کوچکترین چروک بوده باشد هفت بچه کوچولوی یتیم را که در هم می باید نظافت کرد، موهایشان را شانه زد، رو پوشای کتان شتنجی مدرسه را تنشان کرد، تکمههایشان را بست، هر دقیقه به نود نفر آنها یادآور شد که بچه ها، هر وقت یکی از آدم بزرگا از شما سوالی کرد، شما همراه جواب کلمه قربان رو فراموش نکنید. حتما بگید بله قربان یا نه قربان. بعضی بچه ها نمی توانستند این را بگویند چون خیلی کوچک بودند. اما جروش بود، جور آنها رو میکشید و به جایشان جواب میداد. یکی از چهار شنبه ها بود تعداد زیادی ساندویچ برای مهمون های پرورشگاه یتیم ها درست کرد. بعد خسته و کوفته به طبقه بالای یتیم خانه رفت تا به کارهای روزانه بچه هایی که زیر نظر او بودند برسد. آنجا از یازده بچه چهار تا هفت ساله مراقبت میکرد. تا به آنجا رسید بچه ها را به صف کرد. بینی یکی که آنها را با دستمان گرفت و لباس هایشان را مرتب کرد. بعد وقتی مرتب و تر و تمیز شدند آنها را به طرف اتاق غذاخوری برد تا شامشان را بخورند. شامشان نان سفید، کمی شیر و یه مقدار کمپوت بود. وقتی آنها مشغول خوردن بودند جروش عبود در حالی که سرش به شدت در درد میکرد و در داغ شده بود کنار پنجره میرفت و سرش را به شیشه پنجره می شسپاند. او از ساعت پنج بامداد تا این لحظه ها مدام این طرف آن طرف می و از این دستور می گرفت. بارها هم زخم زبان خانم مدیر عصبانی و خیلی جدی یتیم خانه را تحمل می کرد. مدیر که اسمش مادام لیپت بود، قیافه این مهربان و محبت را که به آقایان و خانم‌های حامی یتیم خانه نشان می داد، هرگز در مقابل بچه یتیم‌ها نشان نمی‌داد. خیلی جدی و بد جروشا آبود از پشت پنجره به چمنهای یخزده ی حیات یتیم خانه نگاه کرد. جشن امروز خیلی خوب برگزار شده بود و او راضی بود. همه خانم ها و آقایانی که به پرورشگاه کمک مالی می کردند از تمام رسمتهای های یتیم خانه دیدن کرده و راضی بودند. اما به خاطر ساندویچ هایی که جروشا برای آنها درست کرده بود و خیلی دقت کرده بود که لذیذ و خوشمزه باشند هیچکس به خصوص خانم لیپت قدردانی نکرده. ولی مهم نبود جروشا خودش از خودش قدردانی کرد و لذت برد چون نیروی تخیل بسیار قوی داشت آنقدر قوی که خانم لیپت معتقد بود در آینده این تخیل قوی برای او در سر درست خواهد کرد جروشا بود هفده سال بود که توی یتیم خانه زندگی میکرد هرگز خانه های مردم دیگر را ندیده بود و نمیدانست که بقیه مردم عمرشان را چطور میگذرانند هرچه از آنها دیده بود همان بود که در مهمانی های یتیم خانمی دید. یعنی وقتی که حامیان گوناگون یتیم خانمی آمدند و ماهی یک بار به با آنجا سر می زدند. یک روز جروشا کنار پنجره در حال فکر کردن بود که از دفتر صدای زدند. مادام لیپت خیلی عصبانی بود و می خواست با او حرف بزند. جروشا به طرف دفتر رفت. ولی دلش شور می‌زد. به خودش گفت چی شده باز نکنه ساندویجایی که برای ها درست کردم خوب نبوده یا یکی از بچههایی که باید ازشون مراقبت کنم روی لباس یکی از ها جیش کرده با این فکر و خیالها به درون اتاق خانم لیپت گذاشت اما برعکس آنچه که تصور میکرد قیافه مدیر را شاد و خوشحال دید مادام لیپت گفت بیا بشین جروشا میخوام باهات صحبت کنم جروشا با نگرانی روی اولین صندلی نشست و منتظر شنیدن حرفهای خانم مدیر شد خانم لیپت گفت جروشا تو وقتی داخل اتاق من شدی آقایی رو که در حال خارج شدن از اتاقم بود دیدی؟ نه خانم لیپت فقط یه آقای بلند بالایی رو از پشت سر دیدم که دور شده بود خانم لیپت سردکان داد بله منظورم همونه اون آقا یکی از بانفوسترین و سروتمندترین اعضای هیئت مدیره یتیم است تا اینجا هم خیلی به اینجا کمک مالی کرده البته من نباید هویت او را افشا کنم خودش خیلی در این مورد سفارش و تأکید کرده ولی تو فرق میکنی باید به تو بگم چشمای جروشا گشاد شد تا حالا پیش نیامده بود که به دفتر مدیر احضار شود و با او این گونه صحبت کنند سراپا گوش بود و هیجان زیادی داشت خانم لیپت ادامه داد جروشا این آقا تا حالا چند تا از بچه های یتیم خونه رو به مدرسه و دانشگاه فرستاده و اونا رو به جاهای خوبی رسونده. همه هزینه تحصیل اونا رو هم تقبل کرده. تا حالا همه اونا پسر بودند اما این بار اون آقا میخواد عواطف انسان دوستانه خودش رو نسبت به دخترها ابراز کنه. من به خاطر اینکه تو از همه بیشتر اینجا بودی و هوش بالایی داری و درساتو خوب خوندی اسمت به اون آقا دادم. توی جلسه یاد مدیره درباره تو تحقیق کرد و پروندت رو خواست. مخصوصا از انشه هایی که نوشته بودی خیلی خوشش اومد. فهمید که با سوادی. برای همین تصمیم گرفت این بار تو رو مدرسه عالی که بیرون از اینجاست ببره و حمایتت کنه. خیلی اصرار داشت که تو به درسات ادامه بدی. برای جروش بود این حرفا باور کردنی نبود. میدانست که خانم لیپت هرگز خیر او را ولی چرا این حرفا رو میزد؟ آیا راست می گفت؟ واقعا یک نفر پیدا شده بود که او را از یتیم خانه بیرون بیاورد و برای درس خواندن حمایت کند. با نگرانی و نگاه های پر از ابهام به چشم های خانم لیپت خیره شد. خانم لیپت سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت بله جروشا باید باور کنی که برای پیشرفت انتخاب شدی. این آقای محترم تصمیم گرفتی که تو رو نویسنده کنه. به خاطر اون انشاهای مزخرفی که نوشته بودی و چند تاشو توی پرمندن گذاشته بودی. جروشا با تعجب پرسید نویسنده؟ بله نویسنده. ایشون اینطور اراده فرمودن. ماهانه هم برای در نظر گرفتن. البته من از این تصمیم ایشون سردر نمیارم. نمیدونم چی توی نوشته تو دیده که میخواد حمایتت کنه. چطور میتونه این همه پولو برای تو خرچ کنه؟ جروشان ناخداغا گفت منم باور نمی کنم خانم لیپد. واقعا این موضوع حقیقت داره؟ بله دختر حقیقت داره. البته اون آقا یه شرط مهم برای این حمایت گذاشته. چه شرطی خانم لیپت؟ اینکه تو باید هر ماه در مقابل حمایت ایشون یک نامه براشون بنویسی. البته نه نامه تشکر بلکه نامه ای که در اون جزئیات تحصیل و موفقیت های خودت رو شهر بدی. جروشا پرسید میتونم نام ایشون رو بدونم خانم لیپه؟ نه ایشون دوست ندارن نامشون افشا بشه ولی یه اسم مستعار تعیین کردم که تو بتونی ایشون رو به همون اسم مستعار خطاب کنی بنابراین از این به بعد وقتی شروع به تحصیل کردی و از اینجا رفتی نامه ها تو به نام آقای اسمیت کاملتر بگم آقای جان اسمیت بنویس و به دفترشون ارسال کن نشونی دفتر ایشونو میدم البته اینا هم بگم که ایشون هیچ پاسخی به نامهای تو نمیدن فقط میخوان که استعداد نویسندگی تو شکوفا بشه پس اگه احتمالا حرفی واجب برای گفتن داشتی مثلا اگه توی مدرسه عالی برات مزاحمتی ایجاد شد میتونی اونو سوا برای آقای گریکس منشی ایشون بنویسی و اطلاع بدی جروشا بود با یک دنیا آرزو به در اتاق خانم مدیر نگاه کرد دلش میخواست از آنجا فرار کند به گوشه ای پناه ببرد و فکر کنند. اما خانم لیپد دست بردار نبود. گفت جروشا امیدوارم از این شانسی که به تو رو کرده خداوند رو شکر کنی چنین شانسایی برای دخترای یتیمی مثل تو کم پیش میاد. جروشا گفت بله خانم لیپد خیلی تشکر میکنم. حالا اجازه بدید برم ب... بچه ها برسم. باید شلوار یکیشون رو وصله کنم. بعد جوری پاره شده. جروشا تا این را گفت بدون آنکه منتظر اجازه خانم مدیر باشد مثل برق از اتاق بیرون رفت در را هم محکم پشت سرش بست دهان خانم لیپت برای ادامه حرفی که میخواست بزند همچنان باز بود طی چند روز پر از هیجان و استراب مراحل انتقال جروشا بود از یتیم خانه به مدرسه عالی انجام گرفت. همه بچه های یتیم خانه از اینکه جلوش بود را از دست داده بودند خیلی ناراحت شدند ولی خوشحال بودند که او خوشبخت خواهد شد خود جروشا از اینکه از دست خانم مدیر یتیم خانه نجات پیدا کرده بود حالت ناباورانه ای داشت ولی واقعیت این بود که نجات یافته بود وقتی کاملا در مدرسه عالی جا افتاد و باورش شد که مورد لطف یک مرد ثروتمند و نازنین قرار گرفته شروع کرد به ادای ای که آن مرد خواسته بود یعنی نوشتن نامه و توضیح ماجراهایی که در مدرسه عالی یا می توان گفت دانشگده بر او میگذرد اما چرا دانشگده؟ چون او درسهای ابتدایی و متوسطه را در همان یتیمخانه خوانده بود و گذشته از آن مطالعات زیادی داشت و واقعا با سواد شده بود بنابراین یک شب قلم و کاغذ برداشت و شروع کرد به نوشتن نامه برای آقای جان اسمیت ابتدا اینطور نوشت آقای مهربانی که را به دانشکده حالا من اینجا هستم در دانشگاهی که شما برای من فراهم کردید محیط بزرگی است و سخت باعث حیرت من شده فعلا فکر میکنم گم شدهام و گیج و حیرانم وقتی از این حیرت و گیجی آسوده شوم از اوضاع و شرایط اینجا به طور مفصل برای شما خواهم نوشت من تا کنون کسی را نداشتم که برایش نامه بنویسم من همه عمر تنها و, و بی پدر و مادر بودم ناگهان یک نفر که شما باشید پیدا شد که سرنوشت و آینده من برایش مهم شده است. بنابراین من حالا خانواده دار شدم. این فکر به من آرامش میدهد. دهد. رک و پوسکنده بگویم. من از اسمی که شما برای خودتان انتخاب کرده اید و می ناشناس باقی بمانید خوشن نمی آید. جان اسمی شد اسم؟ اما من به خاطر آن که یک بار از پشت سر دیدم اتان و فهمیدم که دارای لنگ های درازی هستید از این به بعد شما را بابا لنگدراز کتاب میکنم. امیدوارم ناراحت نشوید. این شوخی فقط بین ما دو باقی خواهد ماند. حتی به خانم لیپت هم نخواهند گفت. فعلا خدا حافظ تا نامه بعدی. با تقدیم احترام به با آقای بابا لنگدراز. جروشا بود. و حالا نامه بعدی. بابا لنگدراز عزیزم. من اینجا را خیلی دوست دارم. البته شما را بیشتر دوست دارم. چون شما مرا به اینجا آورده اید. آنقدر خوشحالم که شبا خوابم نمی اینجا با یتیم خانه خیلی تفاوت دارد. دوستان خوبی پیدا کردم. سالی و جولیا. احساس میکنم از همه ای آنها خوشبخترم و از نظر هوش و دانایی از کسی کم ندارم. گاهی حتی, حتی احساس می بیشتر از دیگران میفهمم. این را هم بگویم که نام اصلی من جروش و عبود است. اما همه مرا جودی صدا میزنند. بد نیست و اسم با مزه است. خواهش میکنم شما هم مرا جودی صدا بزنید. گرچه قرار است هیچ وقت شما را نبینم. ولی وجودتان را احساس میکنم. شنیدم شما از انشاهای من خوشتان آمده. امیدوارم از نامه هایم هم خوشتان بیاید. معلم انشا در یتیم خانه در مورد انشاهای من همیشه می گفت عالی و بی نزیر. باور کنید عین جمله او همین بود. عالی و بی نزیر. من البته نقاشی هم میکشم. یک زمان عکس خانم لیپت را روی درهای کلاسای درس یتیم خانه کشیدم و از همان زمان فهمیدم که در نقاشی هم استعداد دارم. اینجا هیچ کس نمی داند که من یک دختر یتیم هستم. هیچ کس نمی داند که بچه سر بودم و در پرورشگاه بزرگ شدم. به دوستم سالی گفتم که پدر و مادرم مردند. باور کرد و به همه گفت. یک اتفاق خوبی که چند روز اول دانشکده برای من افتاد این بود که در تیم بسکتبال پذیرفته شدم. جولیا دوستم خیلی سعی کرد پذیرفته شود اما قبولش نکردند ولی مرا قبول کردند. ملاحظه می کنید که چه دختر بلایی شدم؟ همه مرا دوست دارم. من هم همه من را دوست دارم. همه چیز اینجا برای من هیجان انگیز است. فعلا به شما شب بخیر می و خداحافظی می کنم. دختر پر حرف شما جودیه بود. نامه بعدی از جودی با آقای جان اسمید. بابا لینگ دراز عزیز. امروز در دانشگده خیلی چیزها یاد گرفتم. با پولی که شما برایم میفرستید هم می لباس های خوبی خریدم. من قبلا لباسهایی را میپوشیدم که خیرین برای یتین ها می اما حالا لباسهایی را را میپوشم که یک بابای مهربان برای دخترش خریده است. بابا لینگ عزیزم. میدانم که نباید منتظر پاسخ نامههایم از جانب شما باشم همچنین خانم لیپت به من یادآور شده که نباید با طرح سؤالهای بیمورد باعث ناراحتی شما بشوم اما بابا فقط یک پرسش دارم که خواهش میکنم به آن جواب بدهید مایلم اینم بدانم آیا شما خیلی پیر هستید یا فقط کمی پیر شده اید؟ آیا سر شما تاس و بیموست یا فقط کمی از موهایتان ریخته است من واقعا نمیدانم شکل شما را پیش خودم چطور مجسم کنم. البته من تصویر شما را همانطور که خودم خیال می کنم نقاشی کردم. اما وقتی به سر شما می رسم نمی باید چیکار کنم. میدانم که پاهای شما دراز است و لنگ دراز هستید. اما نمیدانم که موی سر شما سفید است یا سیاه یا جوگندمی یا اصلا مو ندارید و سر شما به کلی تاس است. خواهش می کنم این را برایم بنویسید. نامه بعدی از جروش بود به آقای جان اسمیت. بابا لینگ دراز عزیزم. میدانم که نباید از شما انتظار جواب داشته باشم. بالاخره هم نفهمیدم که شما سرتان بیمو و تاس است یا مو دارید. و اگر مو دارید آیا سفید است یا سیاه یا جوگندمی؟ ولی دیگر مهم نیست. من خودم سر شما را تاس نقاشی کردم. آیا دوست دارید بدانید که چشمهایتان را چطور نقاشی کردم؟ رنگ چشمهایتان را خاکستری کشیدم. ابروهایتان را هم سیخ کشیدم و دهانتان را طوری که دو طرف آن کمی به طرف پایین متمایل است ملاحظه میکنید که قوه تجسم من چقدر قوی است میدانم شما پیرمرد خونگرم و خوشخویی هستید و از این حرفهای من ناراحت نمیشوید من برای اینکه شما را از محبتی که در عقل من کرده اید پشیمان نکنم شروع کردم اینجا شبها به مطالعه تا کنون هرگز کتاب های خوبی مثل دیوید کاپرفیلد، آیوان هو، سیندرلا، رابینسن کروزوه، جینیر و آلیس در سرزمین عجایب را نخوانده بودم. بعضی هایشان را اینجا خواندم و بقیه را هم باید بخوانم چون وقت زیادی دارم. الان هم دارم کتاب زنان کوچک و بازار خودفروشی را میخوانم. نامه بعدی به بابا لیندراز عزیز. بابای خوبم. به شما مژده بدهم که کتابخانه دانشکده در روزهای تعطیل که همه بچه های دانشکده به مرخصی نزد پدر و مادرشان می روند کاملا در اختیار من و دوستم است چون ما جایی نداریم برویم و ناچار در دانشکده میمانیم فرصت خوبی است که کتابهای مختلف را برداریم و آنها را بخوانیم الان که دارم این نامه را برای شما می نویسم کنار پنجره اتاقم نشستم و دارم فکر می کنم که هرچه دارم از شما دارم در ضمن همیشه دوست دارم با دیگران درد دل کنم. اگر شما را نداشتم دقمرگ می شدم. البته اینجا با دوستانم جولیا و سالی درد دل می کنم. اما آنها پدر و مادر دارند و دائم از آنها حرف میزنند. من که پدر و مادر ندارم فقط میتوانم با شما راحت باشم. دفعه قبل وقتی بچه ها از مرخصی آمدند جولیا اول از همه به اتاق من آمد. یک ساعت ماند و از خانواده اش حرف زد. من خیلی تلاش کردم که حرف را عوض کنم اما نتوانستم جولیا پرسید نام مادرم چیست تو را به خدا میبینید بابای عزیز آدمی که در یتیم خانه بزرگ شده اگر چنین سوالی از او بکنند به چه حالی میافتم من حتی قدرت آن را نداشتم که بگویم نمیدانم ولی زود متوجه شدم که بد میشود اگر نگویم همینطوری اولین اسمی که به کلم آمد را گفتم مونتگومری اما کار بیخ پیدا کرد جولیا میخواست بداند که مادرم از مونتگومری های ماساچوست است یا از مونتگومری های ویرجینیا شجر نامه خانوادگی خودش را هم به روخم کشید میدانید بابای عزیز من فقط از همین چیزها ناراحت میشوم و یاد بدبختی های خودم میافتم وگرنه بقیهاش با وجود شما خیلی خوب است بنابراین نامه را به پایان میبرم و به جان شما دعا میکنم دختر شما جودی بود. بابا لنگ درازه عزیزم من در این نامه یک خبر بد خیلی بد هم برای شما دارم اما نمیخواهم نامه را با آن خبر بد ادامه بدهم بهتر است با حرفای خوب باعث انبساط خاطر شما بشم و بعد آن خبر بد را بنویسم جودی شما نویسندگی را با سرودن شعری ادامه داده این شعر در صفحه اول مجله ماهانه دانشگاه چاپ شده برای دانشجوی سال اول این موضوع باعث افتخار است. دیشب استاد زبان انگلیسی به من گفت که شعرم بسیار عالی است. فقط گفت سطر ششم آن کمی بلندتر از بقیه سطر است که آن را اصلاح کردم. من یک نسخه از مجله را برای شما میفرستم. اگر دوست داشتید شعرم را بخوانید. غیر از این من چند تا چیز دیگر در این مدت یاد گرفتم که برایتان می همه آنها را هم مدیون شما هستند. اما آن چیزها، اولی که من دارم سرسوره روی یخ رو هم یاد میگیرم. دوم اینکه یاد گرفتم از سخت اتاق ژیمناستیک با تناب پایین بیایم. سوم اینکه یاد گرفتم از یک مانع ده و پنج متری بپرم و امیدوارم که به زودی این مانع را تا ده و بیست افزایش بدم. چهارم یاد گرفتم که در مورد دیگران زود قضاوت نکنم و خیلی چیزهای دیگر که نمیخوام با گفتنشان حوصله شما را سر ببرم. و اما آن خبر بعد. به خودم میگویم جودی نترس شجا باش به هر حال باید به بابا لنگ دراز حقیقت را بگویی بنابراین حالا منتظر شنیدن آن خبر بد باشید بابای عزیز واقعیت این است که من از ریاضیات مردود شدم اما خیالی نیست و شما نباید ناراحت بشوید چون از معلمم خواهش کردم یک بار دیگر آن را با من مرور کنند که بتوانم دوباره امتحان بدهم قبول کرد و قول داد حالا خیلی از خودم و کارهایی که کرده هم راضیم. امیدوارم شما هم راضی باشید. در زن من در این چند روز هفده کتاب رو خواندم و تمام کردم. تعداد زیادی هم شعر گفتم. کتابهایی که تازگی خواندم اینها هستند. مقالات امرسون، زندگانی اسکات، امپراتوری روم و کتاب زندگانی بنونوتو و که خیلی آدم جالبی بوده. فعلا با شما خدا بزی می میکنم و تا نامه بعدی شرمسار شما هستم. دخترتان جودی بابا لینگ عزیز از اینکه نامه ای تازه یک روز تأخیر داشته شهر سارم دلیلش این بوده که طوفان بد و هولناکی در گرفته بود و مرا میترساند الان هم برف به شدت میبارد و همه چراغهای دانشکده خاموش شده است من برای مطالعه کمی قهوه خوردم و خوابم نمیبرد امشب در اتاقم چند مهمان داشتم دوستانم سالی و جولیا به اتفاق چند دانشجوی دیگر آمده بودند به اتاقم که یک ساعتی را با هم بگذرانیم سالی می گفت یک مادر بزرگ خوب و نازنین دارد. جولیا و یکی دیگر از دوستانش هم گفتند که مادر بزرگشان را خیلی دوست دارند. من خیلی دلم میخواست مادر بزرگ می داشتم و او را با مادر بزرگ آنها مقایسه می کردم. اما افسوس که من هیچ کس را جز شما ندارم. ولی آخه شما هرگز مرا نمی ببینید و به نامه پاسخ نمی داید. چرا؟ لابد به من علاقه ندارید و این حمایت ها را به خاطر سواب انجام می دهید. چرا من نباید حتی نام اصلی شما را بدانم؟ آخر چطور ممکن است که یک دختر به یک چیز نامه بنویسد؟ گاهی وقتا به نظرم میآید شما بدون اینکه نامه های مرا بخوانید آنها را یک راست توی سطح آشغال می اندازید. بنابراین از امروز به بعد شاید دیگر در مورد احساساتم نسبت به شما چیزی ننویسند. فقط در مورد درس و تحصیل و دانشکده چیزهایی بنویسند. آیا شما از این کار راضی می شوید؟ فکر نکنم. به هر حال همینجا نامه را تمام می کنم. فعلا خدا حافظ تا نامه بعدی. آنکه امیون شما را دوست دارد جودی عبود. بابا لیندراز عزیزم. آلی جناب. من یک جانور وحشی هستم. به خاطر آن نامه احمقانه ای که هفته گذشته برای شما نوشتن عذر می خواهم. خواهش میکنم آن را فراموش کنید. به من که شما نمیخواهید کسی از کارهای خیر شما سر در بیاورد حق دارید من اشتباه کردم که گفتم جواب نامههایم را بدهید شبی که آن نامه را نوشتم به راستی تک و تنها بودم و خیلی دلم گرفته بود گلویم هم درد میکرد تازگی ها مریض شدم یعنی سرما خوردم. این نامه را هم به زور دارم نویسم. قول می دهم که دیگر دختر بدی نباشن و حرفهای زیادی نزنم دختر ورپریده شما گاهی از کوره در می و حرفای مفت می زند. حال مرا ببخشید. این روزها دارم رومانی از امیلی برونته می خوانم. فکر می زندگی من هم از بعضی جهات شبیه زندگی امیلی برونته است. گاهی فکر می کنم اصلا استعداد و شعور نویسندگی ندارم و عاقبت شما را ناامید می کنم. بابا اگر من نویسنده بزرگی نشوم شما خیلی ناراحت می بابا لنگ دراز عزیزم دیشب ناگهان جیغ بلندی کشیدم و آن جیغ باعث شد که سالی و جولیا سریع خودشان را به اتاقم برسانند ماجرا از این قرار بود که بعد از نوشتن نامه برای شما دراز کشیدم که بخوابم اما ناگهان یک هزار پای بدقیافه از سخت اتاق طلب افتاد روی تختم من در حالی که از ترس داشتم میمردم جیغ کشیدم و خودم را پرت کردم پایین تخت در نتیجه دو تا فنجان چای خوری هم از روی میز پندوی تخت افتاد روی زمین و شکست. سالی آمد و با پشت برس زد روی هزار پا. هزار پا لح شد و تنش رفت زیر میز آرایش. امارت دانشکده خیلی قدیمی است. دیوارهاش پر از پیچک های دراز است و انواع جانوران و حشرات توی آن هول می‌خورند. قیافه پا خیلی ناراحت کننده بود. من دوست دارم یک ببر زیر تختم باشد اما هزار پا نباشد. بگذاریم. امروز صبح زنگ بیدار باش را نشنیدم. بعد به خاطر عجلهی که در لباس پوشیدن کردم بند کفشم پاره شد. دگمه یقه هم, هم, افتاد. به خاطر همین ها به صبحانه دیر رسیدم. در نتیجه ساعت اول هم دیر سر کلاس حاضر شدم. زمنان یادم رفت جوهر خوشکن ببرم و خودنویسم هی hey, جوهر پس میداد. داد. همه اینها باعث شد که زنگ مسلسات با استادم به گومگو داشته باشم. موضوع بر سر لگاریتم بود. بعد که به کتاب نگاه کردم متوجه شدم استاد راست میگفته از این موضوع خیلی ناراحت شدم بابا لینگ عزیزم امروز نامه هم را درباره یک شعر می نویسم. سر کلاس درس انگلیسی شعری به ما دادن که معنی کنیم من که نمیدانم شاعر این شعر چه کسی است و شعر از چه معنی دارد وقتی وارد کلاس شدم شعر را به این صورت روی تخته نوشته بودم چیز دیگری نخواستم. استنکاف دیگری هم نبود. من پیشنهاد هستی آن را دادم. بازرگان لبخندی زد و گفت برزیل. بعد تکمه این را چرخاند. بدون اشاره و نظری به راه من. اما آیا چیز دیگری هم هست که ما امروز نشان بدهیم؟ بله بابا. درست خونده اید. آن شعر همین بود. بعد هم از ما خیلی فوری خواستند که آن را ترجمه کنیم. من با خواندن چهار سطر اول شعر فکر کردم منظور شاعر خداست که به کارهای خوب پاداش میدهد اما وقتی به بقیه شعر دقت کردم دیدم این تعبیر درست نیست باز هم آن را خواندم اما هرچه خواندم چیزی نفهمیدم تنها من نبودم که از این شعر سردم نیاوردم همه ای کلاس درد مرا داشتند باور کنید بابا همه بچه ها به مدت چهل پنج دقیقه فقط داشتن به تخته نگاه میکردند و هیچ کدامشان حتی یک کلمه هم به عنوان معنی شعر روی دفترش ننوشت. حال من این را فهمیدم که ناراحتی های بزرگ نیست که لازم است آدم در مقابل آنها شکیبایی به خرج دهد بلکه درد سرهای کوچک و پیش پا افتاده هم گاهی آدم را از پادر می آورد. البته آدم باید با لبخند از آنها بگذرد. من تلاش میکنم این روحیه را در خودم به وجود بیاورم به خودم می قبولانم که زندگی یک صحنه بازی است من هم باید بازیگر ماهری باشم چه برنده چه بازنده باید شانه ها را از روی بیقیدی بالا بیاندازم و بیخندم حالا میخواهد جولیا و سالی مادر بزرگ داشته باشند و من نداشته باشم یا هزار پا از سقف و اتاقم طلاب بیفتند روی رخت خوابم یا نیفتد مطمئن باشید که دیگر من از این چیزها شکایتی نخواهم دوستدار همیشگی شما جودی بود. بابا لنگراز عزیزم من تصمیم گرفتم از این به بعد نسبت به همه مهربان با ادب و با گذشت باشم. میخواهم فقط به نویسندگی فکر کنم و بنویسم و بنویسم و بنویسم. میخواهم نویسنده بزرگی بشم. به نظر شما آیا خوب نیست که آدم بلند پرواز باشد؟ ملاحظه میکنید که چقدر نیروی روحی من قوی شده؟ من دیگر به افراد بدبین و آنهایی که از همه چیز متنفرند اعتقادی ندارم و با آنها دوستی نمی کنم. ولی برعکس از آدم های و متین خوشم می یکی از این آدم ها اموی جولیا است. اسمش آقای پندلتون است. یک روز به دانشکده آمد که سری به برادر زدهش بزند. مرد معدب و بانزاکتی است. خیلی به ما خوش گذشت. کاش من هم عمویی مثل او داشتم. این آقای پندلتون از آن مردهایی است که آدم فکر میکند عمری است با آنها آشناست خیلی خوش معاشرت است ما را به رستوران برد و همه چیز برای ما خرید من وقتی با او بودم احساس میکردم دیگر بچه یتیم نیستم و یک دختر معمولی هم. کاش میشد که شما هم یک روز به دانشکده بیایید و ما را به گردش ببرید دوست دارم شما را سیر ببینم یاد یک سرود افتادم که گاهی اینجا میخوانیم بیایید تا لذات دنیا را پشت سر بگذاریم. بیایید و در لذات آسمانی با من همگام شوید. در غیر این صورت ای دوست برای همیشه بدرود. من میگذارم تا تو در اعماق دوزخ درفتی. بابای عزیزم من فکر میکنم تا به حال درباره امتحاناتم برایتان چیزی ننوشتم. باید حالا به شما مژده بدهم که در همه درس ها حتی ریاضیات نمره قبولی گرفتم. از قدیم گفتن تا اوزا بر وفق مرادت است هرگز غصه شکست را نخور. من در مورد دروس ریاضیات خیلی شکست خورده بودم. اما به رمز کار آشنا شدم و در آنها نمره قبولی گرفتم. حالا وقتم را گذاشتم که مقداری کتاب غیر درسی بخوانم. نمیدانم شما تا کنون حملت را خانده اید؟ من مدتها بود در مورد شکسپیر خیلی تعریف ها شنیده بودم. اما هرگز فکر نمیکردم کردم نوشته هایش تا این اندازه جالب باشد. انقدر از نوشته های او خوشم آمده که دارم یک مقاله در مورد منابع نمایش نامه می نویسن. بابا جان، باور کنید من اینجا خیلی تنها هستم. البته دوستانی دارم، اما از نظر خانوادگی خیلی تنها هستم. نه پدری، نه مادری، نه عموی، نه دایی، نه خاله‌ای هیچ کس. فقط شما رو دارم که نمیدانم چه شکلی هستید، چطور حرف میزنید، و چطور راه می برای همین ندانستن ها فکر می کنم شما هم برایم یک غریبه اید. گاهی وقتا جسارت می کنم و به نظرم میآید خیلی زشت است یک آدمی بدون آن که خودش را نشان بدهد اینطور یک طرفه و خودخواهانه از کسی بخواهد که همه اسرار کار و زندگی و درس خواندنش را رو روی کاغذ بنویسد و بفرستد. اما از طرف دیگر وقتی میبینم شما اینقدر مهربان و دست و دلباز هستید بهترین کارم این است که شما را ببخشم و با حمایتهایتان خوش و خورم باشم. به هر حال چاره جز بخشیدن و تشکر از شما ندارم. شبها به جای این فکرهای احمقانه فقط می نویسم و می نویسم. تا حالا چهار داستان کوتاه نوشتم و آنها را برای مجلات دانشکده فرستادم. وقتی چاپ شدند برایتان میفرستم تا ببینید دخترتان چقدر در نویسندگی پیشرفت کرده است فعلا خداحافظ کسی که هرگز شما را فراموش نمی کند جودی بود. بابای عزیزم من الان این نامه را دارم از بالای شاخه درخت بیدی که کنار جویبار پشت دانشکده است برای شما می نمیسن. از پایین گور قورقور میکند و ملخی از بالا آواز میخواند دو تا مارمولک از تنه درخت بالا و پایین می روند. حالا یک ساعت است که من اینجا نشستم. شاخه خیلی راحتی است. دو تا از نازبالش های خوابگاه را آوردم، گذاشتم زیر پاهایم و روی آنها نشستم. قدم و کاغذم آوردم. امیدوارم بتوانم داستان کوتاه قشنگی بنویسم. داستانی که شما خوشتان بیاید. هرچند که شما هیچ وقت مطابق میل من رفتار نمی کنید. با این حال، اگر شما هنوز هم در هوای آلوده و کثیف نیویورک هستید آرزو میکنم که یک کاش میتوانستم کمی از هوای پاکیزه و خوب و تمیز اینجا را برای شما بفرستم به خصوص مناظر اینجا را پس از یک هفته بارندگی اینجا درست مثل بهشت شده است بابا یادم آمد که نویسندهای به نام استیونسون حرف قشنگی در یکی از کتابهایش زده است میگوید دنیا چنان سرشار از اشیاء گوناگون است که من اطمینان دارم همه ما هم می توانیم همچون شهریاران سعادتمند باشیم. راست میگویند بابا. به نظر من هم دنیا سرشار از شادی و نشاد است. مشروط به این که هر چرا که پیش می آید ما خوب طلب می کنیم. راز پیروزی در این است که آدم کم توقع باشد. به خصوص در نواهی ییلاقی چیزهای سرگرم کننده و گوناگون فراوان است من میتوانم روی زمین مردم راه بروم و به مناظر باغهایشان نگاه بکنم و لذت ببرم. میتوانم در جویباری که از کنار باغاشان میگذرد آب بازی کنم. درست مثل اینکه آنجا متعلق به خودم است. بابا لینگ دراز عزیزم امروز نشستم به کتاب جزیره گنج را خواندم. چه کتاب قشنگی چه ماجراهای خوبی. من تازگیها ها همهش در مورد استیونسون فکر می کنم. کتابش خیلی بامزه است. میگویند استیونسون برای حق و تعلیف تعدادی از داستانهایش فقط سی پوند پول گرفته الان دارن فکر میکنم که نویسنده شدن چه فایده ای دارد آن همه زحمت برای چنده را از حق و تعلیف من شاید تصمیم بگیرم آموزگار بشوم و دور نویسندگی را خط بکشم امسال تابستان خیلی برای نویسنده شدن تلاش کردم شش داستان کوتاه و هفت تا شعر نوشتم آنها را برای مجلات اینجا فرستادم اما همه را با یک یادداشت معدبانه پس فرستادند عیبی ندارد سیامشق خوبی برایم بودند خسته شدند بابا جان فعلا باید به شما شب بخیر بگویم از اینکه جوجه شما که من باشم دوست دارد روی پای خودش بایستد شما باید خوشحال باشید بر حسب تصادف این جوجه کوچولو دارد پر در میآورد و درشت و گنده میشود بعدها خیلی سر و صدا به راه خواهد انداخت حالا با اتکا نفس است که پیش شما قد قد می کند. هم خیلی قشنگ شده است و همه اینها را از شما دارد. با احترام دختر کوچولی شما جودی بود. بابا لنگ دراز عزیز چه خوب می شد که شما گاهی به دیدن من می آمدید و محبتی به من می کردید. من می دانم این همه کمک از که شما برایم می دهید صدقه نیست. این در واقع جایزه است که به سعی و تلاش من می دهید. با این حال وقتی کمک هزینه دانشکده را دریافت کردم همه پول های شما را پس می دهم. امیدوارم قبول کنید. بابا جان تازگی ها یک چیزهایی در نمایش شکسپیر خواندم که برایم خیلی جالب بودند. مثلا اینکه زندگی مردها گاهی چقدر سرد و بیتحرک و مرده به نظر میرسد وقتی که برایشان سوزن و پرده و گلاب و تور و این چیزها هیچ معنی و مفهومی ندارد اما زنها در این حال که به همه چیز دقت و توجه دارند مثل بچه، شوهر، گلکاری، لباس و آرایش باز هم از مردها کمتر به نظر می رسند. من خودم از پوست روبا، گردن بند، شاگردن قرمز، دستکش، دستمال، کتاب، و کیف پول خیلی خوشم میآید اما از همه اینها بیشتر شما را دوست دارم با این حال بابا جان خواهش میکنم مرا اینقدر لوس نکنید هرچه باشد من فقط یک آدم هستم یک دخترم جایی که شما برایم فراهم کرده اید و مرا اینقدر ناز پرورده بار اید همه امکانات یک زندگی خوب را دارد ولی من فکر میکنم با این همه لذت و آسایش چطور می توانم روی درسهایم هایم دقت کنم و خودم را برای زندگی آینده بسازم به تدریج این کارهای شما مرا به فکر فرو میبرند ولی همیشه به خودم میگویم باید روی پاهای خودم بیستم و متکی به کسی نباشم بابا لنگ دراز عزیز من با اجازه شما چند روزی با دوستم جولیا همراه عمونش آقای پندلتون به خانه پدر و مادرش رفتم دیدم محیط زندگی آنها چقدر کشنده است مبلایشان مربتکاری و روکشدار و باشکوه بود اما من هیچ حرف درست حسابی از آدمهای شیکوپی که خانوادهشان نشنیدم فکر میکنم که اندیشه و تفکر هرگز توی خانه آنها پا نگذاشته است مادرش مدام به جواهر خیاط و دید بازدید فکر میکند خانواده جولیا با خانواده مکبرایت یعنی خانواده دوست دیگرم سالی خیلی فرق دارند من هر وقت عروسی کنم و خانواده دار بشم دوست دارم مثل خانواده مکبرایت بشم. به هیچ عنوان حتی اگر تمام دنیا را به من بدهند دوست ندارم بچه هایم مثل بچه های خانواده پندلتون تربیت بشوند البته جولیا در میان آنها تافته جدا باخته است و برای همین من با او دوستم بگذاریم من در آن سفری کوتاه خودم را با رفتن به تئاتر و دیدن جاهای قدیمی سرگرم کردم حالا مغز من پر است از عقیق و ظروف تلاکاری شده و اشیاء عتیقه است هنوز هم از تماشای آن همه اشیای دیدنی چشمانم خیره است با این حال خوشحالم که به دانشکده و کنار کتابهایم برگشتم من الان یک دانشجوی واقعی شدم محیط اینجا را خیره کننده تر از نیویورک میبینم زندگی در دانشکده برایم آرامش بخش است کتاب و درس اندیشه ی آدم را زنده و بیدار میکند هر وقتم که خسته میشویم ورزش در هوای آزاد روحیمان را تقویت میکند ما بعضی از شبها با دوستان دور هم مینشینیم و همهاش حرف حرف و حرف میزنیم بعد هم با دلی راضی و خوشحال میرویم میخوابیم مثل اینکه همه مسائل مهم دنیا را حل کرده باشیم ما قدر این روزهای خوش را میدانیم بابا جان من راز نیکبختی را کشف کردم باید برای حال زندگی کنیم افسوس گذشته را خوردن و حسرت آینده را کشیدن اشتباه است. باید از حال حد اکثر استفاده را برد. من تصمیم گرفتم به کمک شما از هر لحظه زندگیم لذت ببرم. میخواهم خوشی را حس کنم. باور کنید بابا جان ادهی زندگی نمی کنند مسابقه دو میدهند. میخواهند به هدفی که در افق بسیار است برسند. با آنکه نفس آنها به پایان رسیده باز هم میدوند و میدوند و متوجه زیبایی های اطراف خود نیستند. اینطور آدم ها به نظر من یک دفعه به روزی می رسند که می پیر شدند و دیگر رسیدن به هدف یا نرسیدن به آرزوهای دور و دراز برایشان معنی ندارد. اما من تصمیم گرفتم بر سر راه بنشینم و انبوهی از لذتهای زندگی را ذخیره کنم. چه نویسنده بزرگی بشوم چه نشوم. بابا جان میبینید که من چه فیلسوفی دارم میشوم؟ با این حال همیشه به یاد محبت های شما هستم. تنها پاسخی هم که میتوانم به محبت های شما بدهم این است که برای جامعه فرد مفیدی باشم. میخواهم در آینده وقتی مرا در شغل مناسبی دیدید به خودتان بگویید این است آن انسان مفیدی که من به جامعه تعمیم.